حیوانات تأثیر مثبت خود از طریق استخدام در ادارات خدمات ملکی بدون شک حتی در رده های در موضوعات کلان کشور، یعنی در عرصه مؤثر واقع شدن در پروسه صلح و سایر موضوعات نیز نقش داره. مثلا شما میبینید که اگر جوانان در ادارات خدمات ملکی استخدام شده، تأثیری که اینا بالای روحیه مردم در خدمت گذاریشان میکنه، یقینا مردم نسبت به نظام و نسبت به کارکردهای دولت علاقمند میسازه و ای خود یک کار غیر مستقیم از یک مسیر دیگه و آوردن صلح و به رضایت مردم است. ما میبینیم که پروسه های جدیدی که در کشور روان است نظیر پروسه صلح، یعنی البته از وقتهای متمادی حضور جریان داره، ولی امی که جوانا اقدام کردن، حرکت های مدنی رو شما میبینین در اکثر ولایات بخصوص در پایتخت کشور که در مورد صلح رو اندازه شده، تمامی از این جوانا هست. یقینا این جوانا هم در ادارات خدمات ملکی کار میکنن، هم در بخش آوردن صلح و یک کار خیلی ارزنده است. یعنی اگر حضور جوانا در رده های تصمیم گیری باشه خیلی مهم است و خیلی موثرتر از دیگه بسته است. ما میبینیم که در بسته هایی که جوان ها استخدام شده، اگر ریاست هاست، آمریت هاست، حتی در سطح ولسوالی ها و در ایده از ولایات که در رأس امور آمدن، ما میبینیم که نوآوری ها و همچنان کارکرد های جدیدی را در امو اداره مربوطه شاهد هستیم که ما مثال ها و نمونه های برجسته یزیره در تمام ادارات داریم، بخصوص در کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی. کاری را که ما به خاطر حضور و افزایش استخدام جوانا یا حضور جوانا در ادارات خدمات ملکی کردیم، یقینا ایجاد و برای اندازی امتحان الکترونیکی یا استخدام از طریق مراکز امتحان الکترونیکی به شکل یک مرحله‌ای و در بست های عالی رتبه به شکل دو مرحله ای که یقینا این امر حضور جوانا را پررنگ ساخته و امروز ما میبینیم که اکثر جوانا از این اقدام حکومت هم خوشنود هستند. جوی مزید رهبری و مقامات عالیه کشور هم در زمینه جوانسازی کابینه یک امر ستودنی است که ما ای را عملا در ادارات فعلا لمس میکنیم و میبینیم. یقینا حضور جوانا در تمام ادارات خیلی مؤثر بوده و خیلی کارهایی که باید صورت میگرفت توسط جوانا صورت گرفته. ما که عملا در پروسه های استخدام در خدمات ملکی و در ادارات حضور داریم، گزارش هایی که دوباره دریافت میکنیم، جوانایی که استخدام میشه، تمام ادارات از کاری از اینا، از پشت کارشان، از تلاششان و از خستگی ناپذیریشان در امر خدمت گذاری با وطن و مردم خیلی تشویق میکنن و خیلی ابراز خوشنودی میکنن کسایی که در رأس اداره قرار دارند.